مردم، امواج فتنه ها را با کشتی های نجات در هم بشکنید و از راه اختلاف و پراکندگی بپرهیزید و تاج های فخر و برتری جویی را بر زمین نهید. رستگار شد آن کس که با یاران به پا خواست یا کنارگیری نمود و مردم را آسوده گذاشت. این گونه زمامداری چون آبی بدمزه و لقمه گلوگیر است. قرار هست با رونمایی از کتاب صوتی نهج البلاغه انشاءالله مراسم تجلیل و بزرگداشت و نکوداشت مقام استاد حمید منوچهری رو هم برگزار کنیم. آقای منوچهری عزیزم، این محفل که شما میبینید و دوستان و یاران شما که جمع شده اند به همین بهانه گرد هم آمده اند که چراغ نکوداشت عزیزی را روشن کنند تا دامان عمرش را به دست ابدیت بسپارند. خدای بزرگ را شاکرم بام خاطر شما کبوتر کلمه را آشیان و دست مهربان شما کلام کهنه من پیاده را جلا داد. ما شاگردانتان سال هاست آقای منوچهری که کتاب عمرمان فصل سرسبزی چون شما دارد. استاد منوچهری در سال 1338 توسط مرحوم هوشنگ کاظمی و همکار من جلال مقامی به رادیو پخته شد و در نمایشنامه‌های رادیویی هنر خود را برای مردم ارائه کرد. سنگ بنای هنری خود را در رادیو و دوبله با قدرت و قوت پیریزی کرد و با بالا رفتن از پله‌های ترقی ارتدی قدم بر صحنه تئاتر دیری نپایید که بر پرده نقره‌ای سینما هم درخشید. او ظرف مدتی کوتاه در هر چهار مورد درخشیده. اما علی‌رغم ارائه همه هنرها به کسب موفقیت، نگاهش به رادیو عمیق‌تر و عاشقانه‌تر بود. او بیشتر گذر عمرش را وقف رادیو کرد. در نمایشنامه‌های بسیار و انواع برنامه‌های خاص رادیویی هنرنمایی نمود تا به مرحله کارگردانی نمایشنامه‌های رادیویی و مدیریت دوبلاژ فیلم‌ها رسید. شاگردان بسیاری را تربیت کرد و هنوز هم عاشقانه رادیو را می‌پرستد و همکاریش را ادامه داده است. استاد حمید منوچهری عمرش پایدار باد و سایه‌اش برای سال‌های متمادی دیگر بر سر شاگردانش بماند و در رادیو انجام وظیفه کند، همچنان که همکنون هم در هر دو حرفه فعال و دوستدارانش را مستفیض می‌کند. سلامتی و برقراریش را آرزومندیم. با پوزش از اطاله کلام. در این دورانی که ظاهراً متاسفانه به هر حال به نحوی چشمگیر بازار مکاری تظاهر و تزویر سکش پر رونقه، در این دورانی که متاسفانه در جای جای جهان چیزی جز اخلاق، چیزی جز انسانیت داره کار میکنه، در دورانی که ما بر صدر میشینیم، وقتی که بیشتر بلد باشیم از این لباس‌های الوان استفاده کنیم و نقاب‌های رنگارنگ، در این دوران من سرگشته با آرمان‌های جدی در حوزه اخلاق، در حوزه فرهنگ و در حوزه هنر طبیعتاً قبله خودم رو گم می‌کنم. نهج البلاغه این کتیبه غریب و حیرت انگیز، این اخل قرآن رو اگر شما بخوانید، بسیاری از ما عید قدیر خوشحالیم و بسیار هم خوشحالتر میشیم وقتی درباره اهل بیت و امیرالمومنین علیه السلام حرف میزنیم. بسیاریمون به وقت ضرورت
خودمون رو میندازیم، دست به سینه میبریم، سرخم میکنیم و درباره مولا علی حرف میزنیم. ولی چند نفر از ما تونستیم حتی سایه او رو، گوشه ای از غبار پای او رو در مسیر تاریخ حتی تقلید کنیم. اون چیزی که برای من سرگشته، برای من حیران، برای من در آستانه نومیدی به زیستنی شریف قرار گرفتم، اون چیزی که منو راهنمون میکنه اتفاقا وجود نازنین و انشالله مستدام افرادی نظیر استاد حمید منوچهری، کسی که در اندازه خودش، به توان خودش، در زندگی نسبی خودش که این نسبت در زندگی امروز برای همه ما بیشک رقم خورده، هیچ کدوممون مطلق نیستیم، نمیتونیم هم باشیم که اگر بودیم قطعا در این شرایط زیست نمی کردیم، اما در چنین شرایطی او در زندگی نسبی خودش تصویری رو از آموزه های امام علی توی زندگیش داره و این رو با جدیت تمام اجرا میکنه و ما رو هم که کنار او قرار میگیریم در شعاع این جدیت قرار میده و این گونه ما رو مجاب میکنه آدم های شریفی باشیم. آقای منوچهری به نظر بنده خودش رو وقف هنر کرده و هنرمندی در ذهن آقای حمید منوچهری هنرمند نماد هست که یک هنرمند تراز و حرفه‌ای باشه. ما در رسانه ملی، بنده با عنوان خادم رسانه ملی و همکاران عزیزمون، به امثال آقای منوچهری عزیز، استاد پیشکسوت و هنرمند ارجمند، ما افتخار میکنیم. این تشریق از یک هنرمند صرف نبود، این تکریم نهج البلاغه است، این احترام گذاشتن به فرهنگ است، این اظهار علاقه به معنویت است، به کرامت انسانی است. و ما هم از آقای دکتر منوچهری عزیز تقدیر و تشکر میکنیم که الحمدلله چقدر عاقبت به خیرند. مزد خدمات گذشتهشون سر سفره امیرالمومنین علیه السلام گذاشته شده و علی هم کسیه که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در جمع هنرمندان یه فرد بی هنری مثل من بخواد حرف بزنه، یه بیش از این نباید حرف بزنیم. یه وقت هست که خودمون باز میکنیم نهج البلاغه رو، حتی ما که ممکنه برخی از ما به زبان عربی آشنا نباشیم، وقتی ترجمه فارسی حکمت ها، ترجمه فارسی نامه ها و خطبه ها رو میخونیم، به راحتی متوجه میشیم که گوینده این مطالب شخصیت بی همتایی است و بی نظیری است که به راحتی نمیشه به اون دست یافت. این کتاب عزیزانی رو پشت سر خودش داره که در اینجا تشریف دارن. رسول خان توکلی، ما در استودیوی ایشون و با وجود زیجود خودش، علی نازنین پسرش و آقای آرمان بیگدلی. اما یه جمله معترضه باید بگم، چون من این کار رو، یه جوانی یه روزی اومد تو استودیو نقش جهان، یه جوان جانباز، متاسفانه من الان اسم شریف این مرد رو به یاد ندارم، یه چند جلسه آقای شریفی، به هر حال هر جایی که این جوان عزیز هست و آرزو میکنم که باشد، خوب سلامت و موفق باشد. چون این جوان آمد و گفت در مورد نهج البلاغه و ما گفتیم که عزیز من اینقدرم پول دارم، گفتم خیلی هم زیاد داری، و آقای رسول خان توکلی و علی عزیزم قبول کردیم که در استودیو نقش جهان این کار را به اتمام برسانیم. اما کارهای بسیاری دارد که جناب دکتر محسن سوهانی بسیار بسیار عزیز، حداقل برای من خیلی عزیزند و برای تمامی هنرمندان جدید نمایشیمونم بسیار نازنین و دوست داشتنی هستند و آرزوی بقای عمر و طولانی بودن زمان خدمتشون همانند
دوست مرحوممان جناب مدیر سابقمون، بسیار سابق، که یه چیزی نزدیک به 44 سال در رادیو تشریف داشتن، انشالله عمر با برکتشون رو در رادیو جاوید کنن، جناب دکتر محسن سوهایی. محفل نکوداشت حرمت چشم و چراغ رادیو ارگ، مرد صفا و سادگی و عشق و صبوری استاد حمید منوچهری است. به پاس کارستان ماندگارشان در تهیه و تولید کتاب صوتی نهج البلاغه و یک عمر شریفان زیستن در محفل جمعی شاخص از اهالی فرهنگ، هنر، رسانه، حوزه و دانشگاه، استاد منوچهری تمام قد میستیم و با صدای دستهای خودمون یک عمر تلاش صادقانه و عاشقانه شما رو ستایش میکنیم، رونمایی میکنیم از این کتاب صوتی فاخر و نفیس با صدای ماندگار استاد حمید منوچهری با ترجمه مرحوم محمد دشتی. آقای دکتر سوهانی عزیزم نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو رو تقدیم استاد حمید منوچهری میکنن با صدای دستای شما عزیزان. نهج البلاغه شفای دردهای روحی بشر و راز هدایت اجتماعی و سیاسی است. خط خوش استاد تقی‌زاده برای تحریر نهج البلاغه 4 سال به طول انجامیده. اگر 3-4 دقیقه براشون دست بزنیم کار بزرگی نکردیم. آقای تقی‌زاده میخوان یه چند دقیقه هم شما صحبت کنیم؟ ایده قدیر تبریک عرض میکنم. من واقعا میخوای جناب آقای ظریف‌منش خیلی برام تلاش کردم آقای دارم. من از شهرستان اومدم، از لاهیجان. البته این نهج البلاغه من نبوده، حدود 18-19 کتاب نوشتم اگه خدا قبول کنه. دوبار کل قرآن بوده، دوبار صحیفه سجاده بوده، حدود 72 مقبا دیگه بگم. دوبار حافظ بوده، همین امسال 1400 دوبار خیام و ابعاد مختلف نوشتم. ولی متاسفانه اگه اجازه بدید، متاسفانه قدر هنر را کسی نمیدونه، من ببخشید. همین الانم بیکارم با قدم بقایم.